در سال 807 میلادی ساعتی آبی به قصر شالیمانی آورده شد. این ساعت که در زیبایی همتا نداشت هدیه‌ای بود از سوی هارون الرشید خلیفه مسلمین که در کاخ خود در بغداد میزیست. ساعتی که از برنج ساخته شده بود و ارتفاع آن حدود 4 متر و با نیروی آب کار میکرد. دور سر هر ساعت بر حسب شماره آن ساعت دانه های فلزی از آن روی یک صفحه برنجین می افتاد که صدای آن در تمام گوشه های قصر تنین می انداخت و ساعت طوری طراحی شده بود که 12 در درون تعبیه شده بود و هر در مخصوص یکی از ساعت های روز بود که سر ساعت معین گوشیده می شد و از آن سوارکاری بیرون می آمد و اطراف ساعت می تاخت و سپس به جای خود باز می گشت و در ساعت 12 سوارکار همزمان با هم از 12 در بیرون می آمدن و پس از آن یک دور کامل اطراف ساعت می زدن و به جای خود باز می گشتن و درها بسته می شد. این ساعت شالیمانی و اطرافیانش را بهت زده کرده بود و کشیش ها بر این باور بودند که شیطان داخل ساعت هست. بنابراین شب هنگام به سراغ ساعت آمدند و با تبر آن را شکستند، اما داخل آن جز عقربه ها و صفحاتش چیز دیگری نیافتند. این داستان که بعضی از مورخان آن را ذکر کردند تنها واقعی تاریخ تمدن اسلامی نیست و بلکه داستان بسیار عمیق‌تر از آن چیزی است که شما فکر می‌کنید. و برای آنکه تصویر کامل‌تری داشته باشیم باید ببینیم که غرب نسبت به تمدن اسلامی چگونه می‌نگرد و شهادت‌های آنان را درباره تمدن اسلامی نگاه کنیم، زیرا وقتی آنان در مورد تمدن دیگر سخن می‌گویند قطعاً بی‌طرفانه سخن خواهند گفت. وقتی دنیا به عربی سخن گفت، قرن‌ها پیش اسلام شماری از مردمانی را که متفرق بودند و با یکدیگر می‌جنگیدند متحد کرد و آنان را در زمینه‌های مختلف رهبر جهانیان قرار داد. و جورج سارتون مورخ معروف در این زمینه می‌گوید روزگاری مسلمین امور مهم بشر را در دست داشتند، چنانچه در قرن 4 هجری برابر با 10 میلادی فارابی بزرگترین فیلسوف بود و بزرگترین ریاضیدان ابوکامل و ابراهیم ابن سینان بودند و بزرگترین جغرافیدان مسعودی بود و بزرگترین تاریخدان طبری بود. همه اینها مسلمان بودند. تاریخ اسامی دانشمندان مسلمان و کارهایشان را با آب طلا ثبت کرده است، اما خود مسلمین یک حقیقت که در آن زمان از نگاه آنان پنهان نمانده بود را خوب درک کرده بودند. آنها خوب می‌دانستند که اگر شایسته عزت و قدرت نبودند قرآن چنین نویدی به آنان نمی‌داد و سنت‌های تغییرناپذیر الهی می‌گوید که بدون تلاش نتیجه نخواهی گرفت و آنان هرگز شایسته یاری الهی نخواهند شد مگر اینکه از اسباب پیشرفت بهره ببرند. و در آن هنگام که مسلمین در اوج تمدن جهانی قرار داشتند قرآن محور تمدن آنان بود و بعدها هر چقدر از این محور فاصله گرفتند به همون اندازه نتوانستند به گوشه گوشه دنیا نور افشانی کنند و به همون مقدار از تمدن دنیا دور شدند. مسلمین با اینکه دنیا را هدف نهایی خود نمی‌دانند اما در علوم دنیوی پیشرفت چشمگیری داشتند، چنان که اندیشمند اتریشی محمد اسد که اسلام آورده بود میگوید اسلام به جهان از پشت عینک سیاه نمی‌نگرد، اما به ما می‌آموزد که در مورد ارزیابی زندگی زمینی زیاده روی نکنیم و همانند غربی‌ها در ارزگذاری زندگی دنیا زیاده روی نکنیم. این موضوع در تمسک مسلمین به عقیده‌هایشان به وضوح مشخص شده است و این چیزی است که بعضی از پژوهشگران غربی به خوبی متوجه آن شدند، چنان که مورخ بریتانیایی هربرت تولز صاحب کتاب تاریخ مختصر بشر میگوید مهمترین عنصر دین اسلام به عنوان یک آیین الهام بخش توحید است که هیچ سوسی در آن راه ندارد و ایمان زنده و ساده به اینکه خداوند بر مردم مسلط است، ایمانی است که از پیچیدگی‌های لاهوتی و فلسفی خالی است. سارتون نیز در همین مورد میگوید نمیتوان علم اسلامی و تمدن اسلامی را فهمید مگر اینکه متمرکز بودن آن بر فهمیدن قرآن را درک کنیم. سارتون فراتر از این میرود و میگوید این عرب ها بودند که برای اروپا شهرسازی کردند، اما قبل از این قرن پذیرفتن این اندیشه که گهواره مدنیت غربی در سواحل نیل و فرات قرار دارد قابل قبول نبود.
این حقیقت بسیار روشن‌تر می‌درخشد و ما می‌توانیم بدون تردید به یقین بگوییم که دانش غربی در این سرزمین‌های مشخص به دنیا آمده است، بلکه آنچه شما را بیشتر شگفت‌زده می‌کند که مقاله‌های علمی در پیشرفته‌ترین دانشگاه‌های اروپا تا اواخر قرن 18 با بسم الله الرحمن الرحیم آغاز می‌شد که به زبان عربی نوشته شده بود. پیشرفت و ارزش‌ها. خلبان هواپیمایی که حامل بمبی بود که بر هیروشیما فرو ریخت به چه چیز فکر میکرد؟ از لحاظ آمار و ارقام چون این بمبی برای سازندگانش پیشرفتی علمی محسوب میشد، اما در زمینه ارزش‌ها این رو برای ما ترسیم میکند که فرهنگ بدون ارزش به کجا خواهد رسید؟ آیا پیشرفتی که با زیر پا گذاشتن معیارهای اخلاقی به دست می آید واقعا پیشرفت به شمار می آید؟ هرگاه علم بدون ایمان و اخلاق پیش برود، باید منتظر فاجعه های مانند فاجعه هیروشیما و ناکازاکی بود. انسان قرن گذشته به ماه پا می گذارد، اما از رسیدن به انسان هایی که در گوشه های دنیا آواره و گرسنه هستند باز مانده است و نتوانسته برای انسان هایی که در گوشه گوشه دنیا امنیت ندارند و در هراس به سر می برند امنیت ایجاد کند و نتوانسته جنایتکارانی که روی زمین زیادند را مورد پیگرد قرار دهد. وقتی اسلام شکاف و جدایی خطرناک علم از اخلاق را خوب می داند، بنابراین به پیشرفت یک جانبه مادیات همراه با بیبندوباری اخلاقی دعوت نمی دهد، زیرا معیار واقعی جایگاه انسان مبادی و ارزش های اخلاقی است که با خود دارد و با آن مورد ارزیابی قرار می گیرد. و همین امر باعث شده تا شخصیت کم نظیری مانند رنی ژیرو اسلام را میپذیرد و میگوید نیاز غرب به شرق در معنویت کمتر از نیازمندی شرق به غرب نیست، چون هرگاه ارزش‌ها از میان بروند، علم مانند گرگی است که به جان گوسفندان افتاده و آنها را تکه پاره میکند. و در همین مورد درباره ارزش‌هایی که دانش اسلامی تقدیم بشر کرده، رمان نویس و جامعه شناس فرانسوی روبرت بریفولت میگوید هیچ گوشه از پیشرفت‌های اروپایی نیست مگر اینکه تمدن اسلامی در آن تأثیر و نقش بسزایی داشته است و تنها علوم تجربی که به لطف عرب‌ها از آن برخوردار شده‌اند نبودند که اروپا را به چرخه زندگی بازگرداندند، بلکه تمدن اسلامی به طور کامل در زندگی اروپا تأثیر بزرگ و گوناگونی داشته است. و این چیزی است که متفکر سوئیسی برخلاف آن تأکید می‌کند وقتی که از مسیحیت در اروپا سخن می‌گوید و اشاره می‌کند تنها مسیحیت انگیزه و محرک معنوی اروپا به مدت 2000 سال نبوده است، بلکه بر پیشرفت فلسفی و علمی در دوران نهضت و روشنفکری نیز تاثیرگذار بوده است و تا کنون همواره نگاه مسیحیت به جهان تأثیر بزرگی دارد، گرچه این تأثیر بر روح تمدن غربی پوشیده بوده است حتی در سکولارترین وضعیت آن. چشم‌اندازهای امید. شریعت اسلامی با تمام سرزندگی و بالندگی که دارد علت عقب افتادگی مسلمین نیست، بلکه کاملا برعکس، عدم آگاهی از شریعت از عوامل اصلی عقب افتادگی مسلمین است. چنان که گوستاو لوبون در کتاب معروف خود تمدن غرب تاکید می کند که تا 5 قرن دانشگاه های غربی منبع علمی جز کتاب های عرب سراغ نداشتند و آنها بودند که اروپا را از لحاظ مادی و اخلاقی به مدنیت رسانیدند و تاریخ هیچ ملتی را سراغ ندارد که چیزهایی را تولید کرده باشد که آنان تولید کردند. و وقتی به نصوص اسلامی نگاه می کنیم که به فراگیری دانش تشویق می کنند، خواهیم دید که بی حد و حصر است و علمای مسلمین دریافت بودند که صنعت‌ها از فرض‌های کفایه به شمار می‌آیند و باید مسلمین اسباب فراگیری آن را فراهم کنند تا به دیگران نیازمند نباشند. و این چیزی است که جوناس آلیانس در کتابش چگونه عرب‌ها تمدن غرب را پایه‌ریزی کردند می‌گویند بیت الحکمت در بغداد مرکز بی‌نظیری برای خواندن علوم انسانی و طبیعی بود و همچنین مرکز مهمی برای ریاضیات و فلکیات و طب و شیمی و جانورشناسی و جغرافیا به شمار می‌آمد. رفت
و با تکیه بر نصوص فارسی و هندی و یونانی که به دست ما رسیده، این دانشمندان توانسته بودند بزرگترین دانشنامه را جمع‌آوری کنند و بر اساس کشف‌های ویژه خود پیش بروند و مسلمین در طول تاریخ خود این مفاهیم را درک کردند و فهمیدند که طبیعت مفاهیم پنهان خود را بیرون نمی‌دهد مگر برای کسانی که جهت دستیابی آن تلاش نمایند. و این همون چیزی است که اروپایی‌ها وقتی به تمدن جاودان ما شهادت می‌دهند به آن اشاره می‌کنند. اما راه غبارویی از شاهکارهای تمدن ما و بازگشت به دوران افتخار آمیز گذشته ما نیاز به یک خیزش مجدد دارد و آن همون راهی است که از قبل دین ما به حرکت در آن تشویق کرده است. دانش خانه ای را که ستون ندارد برمی افرازد و بی سوادی و جهالت خانه شرافت و عزت را نابود می کند.